الیاس نادران نماینده مردم تهران وزیر علوم و تحقیقات را به صحنه علنی مجلس فراخواند تا پاسخگوی دو سؤال وی باشد. مدرک دکترای معاون اول رئیس جمهور و اعتبار مدارک مسئولینی که از دانشگاه باکو فارغ التحصیل شده اند سؤالات نماینده مردم تهران از وزیر علوم بود. یک مورد مشخص کنی بعد از گذشت سالها از 1382 تا الان وضعیت این مدرک دکترا آیا درست است؟ آیا دروغ است؟ آیا راست است؟ آیا افکار عمومی رو ما میتونیم متقاعد کنیم؟ آیا جوابی داریم؟ من اگر غیر از وزیر علوم میشد بپرسی میپرسیدم. همونجوری فرمودن در فکر میکنم 2005 میلادی مدرک افتخاری دکترا رو اون دانشگاه داده به ایشون. این طی مکاتبات انجام شده. ما طی مکاتبات در جریان قرار گرفتیم، نه اینکه پرونده‌ای در وزارت علوم هست. مدرک افتخاری هر دانشگاهی میخواد خودش میده دیگه، نمیده به کسی دیگه این رو از نظر علمی بررسی بکنه. خودش از نظر علمی بررسی میکنه اون دانشگاه و مدرک افتخاری رو چه بخواد چه نخواد میده یا نمیده. نمیاد بگه که این مدرک افتخاری که من دادم میدم، حالا به دو نفر دیگه هم این رو چیکار کنن بررسی بکنن. خودش بررسی میکنه. در سال 2010 فوریه سال 2010 پیش دفاعی مدرک ایشون رو دانشگاه دولتی مسکو لاماناسوف، اینم با سه مکاتبات لاماناسوف که یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها و کالج‌های اونجا هست، دانشگاه دولتی مسکو از معتبرترین دانشگاه‌های اونجا هست، ما هم استعلام کردیم، گفتن مورد تایید می باشد. نادران در پایان ضمن تشکر از توضیحات وزیر علوم در پاسخ به این سؤال رئیس جلسه که قانع شده اید یا خیر گفت: من از اینکه بخواد رأی گیری بشه نیازی نمی‌بینم. پاسخ ایشون کافی است به لحاظ ایفای وظایفی که داشتن و توضیحاتی که دادن. مسئله و مشکل جای دیگه است. امیدواریم ان شاءالله مشکل جای دیگه مرتفع